5, 4, 3, aqui. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال رو حمد و سپاس میگویم و گواهی میدهم که هیچ معبودی به جز الله متعال وجود ندارد. بقیه معبودان باطل و ناچیز هستند و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و پیامبر الهی است و درود و سلام میفرستم بر محمد و آل و اصحابش همگی و امیدوارم که الله متعال در روز قیامت ما و شما بینندگان عزیز رو در کنار محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و اصحابش حشر نماید. باب در این قسمت از نگاهی به کتاب ریاض الصالحین باب دهم صحبت میکنیم، بابی که عنوان باب رو امام نووی رحمه الله آورده، باب المبادرتی الی الخیراتی، باب شتافتن به سوی کارهای خیر. و در واقع یک انسان مؤمن میخواهد بگوید که یک انسان مسلمان به سوی کارهای خیر میشتابد، به اون جهت حرکت میکند. طبق معمول امام نووی آیات و احادیث رو در این باب میاره. نخستین آیه رو که میاره این هست که الله متعال میفرماید فاستبقوا الخیرات، به سوی خیرات کارهای خیر بشتابید، پیش کسوت و پیش قلاور در کارهای خیر باشید. اونجایی که میگن نماز بخونید در صف اول باشید، اونجایی که میگن زکات بدهید پیش کسوت و پیش رو باشید، اونجایی که میگن انفاق بکنید سعی کنید شما کسانی باشید که جزو اولین ها و نخستین ها باشید، اونجایی که میگن دعوت به جان شما، به مال شما نیاز دارد یا به جان ما نیاز دارد، سعی بکنیم جزو نخستین باشیم. این است که صحابه، اونهایی که در ایمان پیشی گرفتن، مورد تعریف و مورد تمجید و تعریف و تمجید الله متعال قرار گرفتن. اونجایی که الله متعال میفرماید والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه، پیش کسوتان مهاجرین و انصار و اون کسانی که از اونها به خوبی پیروی کردند، رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله متعال از اونها خوشنود گردید و اونها از الله متعال خوشنود گردیدند. این راه است و این مسیری است که پیش کسوتها در پیش گرفتند. یا در آیه دیگر الله متعال می‌فرماید و سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، بشتابید به سوی مغفرت و بهشت پروردگارتون که پهنایش به اندازه پهنای آسمان‌ها و زمین هست. چگونه انسان مؤمنی که میدونه که این دنیا محدود هست، میدونه که چند سباهی در این دنیا زنده هستیم و سرانجام به ملاقات پروردگار خواهیم شتافت و به آخرت خواهیم رفت، چگونه در کارهای خیر به کارهای خیر مبادرت نمیورزد و در این راه حرکت نمی کند؟ بعدش الله متعال در پایان این آیه میفرماید اعدت للمتقین، این بهشت برای انسانهای پرهیزگار، برای کسانی که راه تقوا رو در پیش گرفتند و در این مسیر حرکت میکنند، برای اینها فراهم گردیده است. امیدوارم الله متعال این بهشت رو نصیب همه ما و شما بگرداند. در حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، به سوی اعمال بشتابید، انجام اعمال خیر، نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، به سوی اینها بشتابید. به زودی زمانی خواهد رسید که فتنه که قطع اللیل المظلم، فتنه هایی می آید مانند قطعه های شب تاریک و اونجا انسان دچار مشکلات زیادی می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود یصبح الرجل مؤمنا
و یمسی کافرن، شخص صبح مؤمن هست و شب کافر می شود، یا برعکس یمسی مؤمنن و یصبح کافرن، شب رو مؤمن سپری می کند و صبح رو در مسیر کفر گام بر می دارد. این هست که همین الان که فرصت داریم و همین الان که حیات و زندگی برای ما باقی است و همین الان که الله متعال به ما صحت و سلامت و تندرستی و فرصت زندگی داده به سوی عبادت و به سوی بندگی الله متعال بشتابیم، که این اون راه انبیا، راه صالحین و راه انسانهای نیکو در دنیا هست و باعث رضایت و خوشنودی الله متعال در آخرت می شود. پس فاستبقوا الخیرات، در کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرید. و این ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است که یکی از کسانی بود که همیشه پیشکسوت بود. هنگامی که پیامبر ایمان رو مطرح کرد، نخستین مرد بزرگی که مسلمان شد و ایمان آورد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. و هنگامی که نوبت به این شد که بردگان مسلمان شکنجه و اذیت و آزار می‌شدن، نخستین فردی که قدم جلو گذاشت و پولش رو در اونجا گذاشت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. عمر میگه روزی تصمیم گرفتم، غالبا در غزوه تبوک بود، میگه تصمیم گرفتم که امروز از ابوبکر در کارهای خیر سبقت بگیرم. در نتیجه رفتم خونم، هر چی داشتم نصف کردم، نصفشون رو خدمت رسول الله برای جهاد آوردم و نصفشون رو گذاشتم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عمر گفت یا عمر تو چه آوردی؟ گفت من هر چی داشتم نصف کردم، نصف رو در داخل خانه گذاشتم و نصفش رو خدمت شما آوردم. به ابوبکر گفت ابوبکر تو چه کار کردی؟ گفت یا رسول الله من هر چی داشتم اونها رو در راه تو آوردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یا به عبارت دیگر عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، گفت اون روز متوجه شدم که دیگه از ابوبکر در کارهای خیر نمیشود سبقت گرفت و این ابوبکر هست که در این چیز سبقت گرفت. صحابی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید روزی نماز عصر رو پشت سر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خواندیم. نبی مکرم اسلام شتاب زده بلند شد و از بالای گردنهای مردم عبور کرد و به خانه همسرانش رفت. مردم وحشت کردند، ترسیدند که پیامبر چرا اینقدر امروز شتاب زده به خونه رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد اونها رفت و بعد وقتی که برگشت گفت میدونم که شما تعجب کردید از اینی که این اتفاق افتاد، ولی من چیزی رو، طلایی رو در خونه بیادم افتاد که در خونه طلایی وجود داره، در نتیجه خواستم اینو تقسیم بکنم قبل از این که در واقع من از این دنیا بروم. در غزوه احد، صحنه جهاد و مبارزه، یکی از صحابه چند تا خرما در دستش بود و داشت میخورد، خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اومد و گفت یا رسول الله اگر من کشته بشوم جام کجاست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود شما در بهشت هستید اگر در راه خدا کشته بشوید. این صحابی فرمود اگر من صبر بکنم تا این خرماها رو بخورم زمانی طولانی میبرد. در نتیجه رفت و حمله کرد به دشمن و به شهادت رسید و این گونه صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کارهای خیر میشتافتند. صحابی پیامبر خدا از پیامبر پرسید گفت یا رسول الله ای صدقه اعظم، کدوم صدقه نزد الله متعال اجر و پاداش بیشتری دارد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود انت صدق و انت صحیح شحیح، اینی که شما صدقه بدید در حالی که سالم و تندرست هستید و احساس بخل میکنید و از فقر میترسید و امیدوار هستید که سرمایه دار بشوید. و بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که صبر نکنید تا روح به حلقوم برسه، در اون موقع دیگه صدقه بدید و بگید این مال فلانی است و این مال فلانی است. همه این احادیث دلیل بر این هستند که بشتابیم در کارهای خیر. نمیدونیم مرگ که سراغ ما میآید، شاید هر لحظه مرگ به سراغ ما بیاید. در نتیجه برای اینکه برای آخرتمون ذخیره ای داشته باشیم، در امور خیر کوتاهی نکنیم و به سوی کارهای خیر بشتابیم. تشکر میکنم که در این جلسه ما را همراهی کردید. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل عنایت بکند. خدا یار و نگهدارتون تا جلسه دیگر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.